درود خدمت همه شما عزیزان. با 13 آموزش از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این ویدیو سه دستور کاربردی کانت A و کانت بلانک رو به شما آموزش میدم به همراه نکات تجمیدی و مثال تشریحی. اگه تازه با اکسل و کانال ما آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که سری آموزش اکسل رو از ابتدا نگاه بکنین. کلین که پلیلیست رو در انتهای ویدیو قرار میدم و در کپشن زیر ویدیو هم براتون قرار میدم. من این تابه‌ها رو و بقیه بخش اکسل رو که بهتون آموزش میدم قدم به قدم که پیش میریم خودتون هم حتما تو اکسل تمرین کنین تا اینا فراموشتون نشه، چون بسیار فرار هستن. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. در این جلسه با سه دستور در خدمت شما هستیم، با سه تا فانکشن اکسل: count, count A و count blank. اینا در واقع همونطور که میبینید اسمشون شبیه هم دیگه است، ولی هر کدوم کاربردهای خاص خودشو داره که الان شما میبینید. همونطور که میبینید ساختار این دستور هم کمی شبیه در واقع چهار دستور محاسباتی است که تو جلسه قبل براتون داشتیم: sum و average و max و min. کاونت همونطوری که از اسم مشخصه شمردن، برای اینکه ما خونه های یه محدوده رو بخوایم ببینیم چند تا هست که در واقع توی کارهایی که آینده خواهیم داشت میبینید که کاربرد زیادی داره. اینجا جدول ما نمونه و کوچیکه، ولی وقتی شما چند صد هزار تا در واقع ردیف داشته باشین نمیخواید دونه ای بشین حساب کنید که چند تا در واقع سلول اونجا دارین، پس از فرمول استفاده میکنید. این هم همونطوری که قبلا به شما گفتم، یا میتونید دستی وارد بکنید، مثلا من توی order quantity میخوام دستی ببینم که چند تا هستن، اینا میزنم مساویه count با tab انتخاب میکنم، پرانتز باز، اول محدوده رو میزنم، دو نقطه یعنی تا انتهای محدوده رو میزنم، خودش اوتوماتیک محدوده رو انتخاب میکنه، پرانتز میمونم اینتر رو میزنم، میگه ما 23 تا در واقع اینجا خونه داریم که اگر شما این محدوده رو انتخاب بکنید تو همین استاتوس پایین هم بهتون کانت رو نشون داده 23 تا بدون فرمول هم اینو متوجه میشه. حالا برای این ستون میخوام از روش اوتوماتیک اکسل استفاده کنیم. توی تب هوم قسمت اوتوسام اینجا در واقع این گوشه رو که کلیک بکنید یه سری توابر میاره برای شما که کانت هم شاملش میشه. کانت رو انتخاب میکنین، خودش محدوده رو به طور کامل انتخاب کرد. البته اگر خونه که من میخواستم محاسبات انجام بدم این پایین بود، احتمال داشت که درست انتخاب نکنه، که حالا بهت میگم بعدا دستی انتخابش میکنیم. انتخاب کردیم، این هم دقیقا مثل همین ستون گفتش که 23 تا خونه داریم. مثلا اگر من اینجا در واقع به طور اوتوماتیک یا دستی فرق نمیکنه کانت رو انتخاب بکنم، شما میبینید که این محدوده بالا رو شناسایی میکنه، چون این خونه خالی ها رو در نظر نمیگیره و وقتی ما کانت بالا رو مد نظرمون هست باید همه رو با هم دیگه انتخاب بکنیم. همه رو انتخاب میکنیم، اینتر رو میزنیم. حالا نکته ای که وجود داره، میبینید که اینجا داره 15 رو نشون میده که به علت این همین خونه های خالی هستش. میگه ما اینجا در واقع 15 تا خونه داریم که توش مقدار هست داره. اگر بخوایم کلش رو دست بیاریم بهتون نشون میدم چطوره. نکته ای که وجود داره، معمولا شما دستورات اکسل رو به طور ترکیبی استفاده میکنید. حالا مثلا کانتو که بیشتر هم ترکیبی استفاده میشه، شما مثلا چه میدونم توی حقوق دستمزد میخواییم ببینید که تعداد کارمنداتون چقدره، حقوق جمعشون چقدره و اینا رو تقسیم بر هم کنیم، که حالا اوریج هم این کارو میکنه، ولی دارم مثال ساده خدمتتون عرض میکنم. شما قطعا توی کاری که انجام میدید مثال خودتون دارید. حالا ما اگه همین کارو بخوایم در واقع شبیه سازیش به شما نشون بدیم، میزنم که مساویه سام که توی جلسات قبل دستورشو دادم، سام کدوم محدوده؟ این محدوده تا تقسیم برای گفتیم چی؟ تعداد. مفهم مثلا میانگین این قیمت کالا یونیت پرایس رو به دست بیاریم. تعداد اینجا با کانت حساب کرده بودیم، یا میتونیم اینجا رو کانت رو بنویسیم، یا اینکه حالا که این توی خونه کانت رو نوشتیم دیگه نیازی نیست انتخابش میکنیم. پرانتز کل رو میبندیم. خب این هم در واقع پرانتز نیاز نداشتش. اوکی شد در واقع 59. حالا ما اگه همه اینا رو با هم دیگه انتخاب بکنیم
اوریج هم شده 59 خورده ای. این که این خورده اش اینجا نشون نمیده چون توی فرمت سازی من گفتم اشار نداشته باشه. وگرنه در واقع ما شبیه سازی کردیم کاری که با اوریج انجام دادیم و میگم جای مختلف کاربردهای مختلف داره. ببینید که ادامه ویدیو رو ببینید. اگر که این ویدیوها براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم. حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. خب میخوایم بریم سراغ دستور دوم کانت A. همونطور که میبینید دستور و ساختار کانت A هم شبیه کانته. خب پس برای چی در واقع اکسل دوبار دستور رو تولید کرده؟ برای اینکه بهتر متوجه بشید من این دستور کانتی که برای این خونه این محدوده نوشته بودم و کپی پیست میکنم که بیاریم روی این محدوده بغلی هم انجام بدیم. همونطور که میبینید ما انتظارمون این بود که الان بگی 23 تا دیگه 23 تا خونه ما اینجا داریم که انتخاب کنیم این درست محدوده رو انتخاب کرده. اما چرا نمیتونه نشون بده؟ علتش اینه که دستور کانت برای خونه های عددی که مقدار عددی دارن در واقع کاربرد داره. اگر شما خونه هاتون متن و هر چیزی غیر از اعدادی که با فرمت رسمی انتخاب شده رو بخواید تعدادش رو در بیارین بعد دستور کانت A رو داشته باشید. حالا من اینو میذارم پاکش میکنم چون میخوایم کانت A این پایین بنویسیم. میذارم مساویه کانت A تبو میذارم محدوده رو انتخاب میکنیم. حالا اینجا من دستی انتخاب میکنم دو نقطه انتهای محدوده کلیک میزنم. این سری همینطوری که میبینید 23 تا خونه رو درست تشخیص داد چون که کانتایه برای خونه های غیر عددی هستش. حالا اگر که در واقع ما کانتایه رو برای این در واقع خونه بغلی هم کپی پیست بکنیم بازم درست انجام میده چون در واقع کانتایه با کاراکتر کار داره. حالا اینا کاراکتر عددی هم اون هم محاسبه میکنه. اینجا هم که غیر عددی هم همینطور. یعنی شما میتونید معمولا از کانتایه استفاده کنید ولی خب اگر که حتما میخواین رو اعداد کار بکنید محاسبه انجام بدین باید از کانت معمولی استفاده کنید که اشتباها در واقع فیلدهای غیر عددی رو تو کارتون وارد نکنه. و نکته بعدی اینه که اگر من اینو بیام همینجا کپی پیست بکنم در واقع محدوده رو درست آورد روی بخش ستون پرافیت ما اما بازم 15 رو حساب میکنه چون فرق نداره مثل همون کانت خونه های بلنگ و خالی رو حساب نمیکنه. و دستور آخر این جلسه کانت بلنگ است که همونطوری که از اسمش مشخصه میشماره خونه های بلنگ خونه های خالی رو. همونطوری که مشاهده کردید توی دستور قبلی اینجا ما در واقع یه سری خونه خالی داشتیم که توی محاسبات ما اینا تعدادش رو در نمیامد. اینجا کانت بلنگ به کار میاد. من میزنم مساویه کانت بلنک رو اینجا انتخاب میکنم تبا میزنم. خودش میبینید داره توی راهنماش میگه رنج رو انتخاب بکنید. رنج این خونه ها رو انتخاب میکنم. حالا چه دستی بزنید چه اوتوماتیک چه ماموس میگه 8 تا خونه خالی دارین شما اینجا. اینجا من در واقع به طور دستی هم بتونید شون نمه کنید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. حالا شما میگم توی یه سری دستورهایی که بعدا به کار میبرید چند صد هزار تا ممکنه اینجا ردیف داشته باشید. میخوایم ببینید این وسطش چند تا خالی داره که روی اونها یه کاری انجام بدید یا بدونید که تو محاسباتتون چند تا خونه واقعی دارای عدد مثلا به کار رفته. کاربردهای مختلفی داره این براتون بلندکاری میاره. و شما اگر هم که بخواید ببینید که کلا اینجا چند تا خونه دارین تو جایی که ترکیبی هم عدد هست هم خونه خالی حالا فرمان دیگه کاراکتر خونه خالی اینجا میتونم بزنم مساویه دو تا دستوری که قبلا نوشته بودم کانت A مثلا به اضافه کانت بلنگ پایین هم خالی ها رو هم پرا رو با هم دیگه محاسبه میکنه و میگه 23 تا در واقع ما اینجا خونه داریم ترکیبی. و نکته مهم اینه که شما همیشه نسبت به اون کاری که میخوای انجام بدین در ابتدا یه تفکری بکنید که دنبال چی هستین تا هر کدوم این فرمولا رو در جای درست خودش استفاده کنید که با خطاهای در واقع ساختاری روبرو نشینیم.